اتحادیه اروپا وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرده و ایران گفته تلافی می‌کند. ماجرا چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را به طور ویژه علیه وزارت اطلاعات ایران وضع کرده. اتهام: تلاش برای عملیات در خاک اروپا. چند ماهی هست که دانمارک ایران را متهم کرده که قصد داشته در خاک این کشور یک فعال عرب را ترور کند. اتهامی که ایران رد می‌کند و البته وزیر خارجه ایران گفته کشورهای اروپایی هستند که به گفته او به تروریست‌ها مأوا دادند. البته دانمارک تنها کشوری نیست که چنین اتهاماتی را مطرح کرده. هلند هم هست، فرانسه هم. همزمان در واکنش به این تحریم جدید که یک معاون وزارت اطلاعات را مشخصاً در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار داده، روزنامه کیهان دولت را به بی‌عملی متهم کرده و حتی مسائلی نظیر احتمال شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری در ایران را در اقدامی هماهنگ به این ماجرا خوانده و داستان بسیار پیچیده شده. برای همین قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم، از یار گل همکارم که این موضوع رو خیلی از نزدیک دنبال کرده خواستم که برای ما بیشتر در مورد این اتفاقات توضیح بده. جیار، ماجرا مال امروز و دیروز نیست. ماجرا یک ماجرای چند ساله است که تو قدم به قدم اون رو دنبال کردی. برای همین خواستیم که به ما بگی که چه گذشته. از اولین ماجرا شروع بکنیم. در هلند یک قتل اتفاق افتاد، شخصی به اسم علی معتمد کشته شد. کمی در مورد این داستان به ما بگو که چه بود. ببین، هنگامی که ایشون ترور شد، حتی دولت هلند در دسامبر 2015 حاضر نبود اسمش، که اسم اون موقع مستعار و اسم علی معتمد رو به مطبوعات بده. به هر حال اطلاعات بسیار کم و غیر معمول داشت به مطبوعات اونجا میداد. به هر حال شایعاتی هم بود که علی معتمد احتمالاً همون محمد رضا کلاهی صمدیه که جمهوری اسلامی ایران او رو متهم کرده بود که عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بوده در سال 60 که آیت الله بهشتی و خیلی از وزرا و نمایندگان مجلس در اون موقع کشته شدند. به هر حال شایعات زیاد بود. ما حدود 9-10 ماه پیش، اوایل امسال بود، امسال میلادی، سال گذشته بود که به هلند رفتیم و تحقیقاتی رو شروع کردیم و موفق شدیم از کانال‌های غیر رسمی بخشی از پرونده پلیس و تحقیقات پلیس رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. و جالب این بود، در حالی که ما با دادستانی، وزارت کشور، وزارت دادگستری هلند و همچنین آوید یا همون سازمان اطلاعات این کشور در ارتباط بودیم و از اونها خواهان حداقل این آیا شما میتونید با اطمینان بگید که شخص ایرانی که کشته شده اونجا علی معتمد محمد رضا کلاهی صمدی بود. اونا میگفتن ما هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنه ایشون علی معتمد نیست. این در حالی بود که پرونده پلیسی که دست ما بود نشون میداد در همون روزی، یعنی 15 دسامبر که علی معتمد ترور میشه، پسرش میگه پدر من در ایران حکم اعدام داشته و اسمش رضا بوده. همسر ایشون که افغان هستش میگه اسمش محمد رضا کلاهی صمدی بوده و اسمش در مطبوعات ایران اومده. و زمانی که اسمش میگه دو سال پیش وقتی که یک رفیق بسیار نزدیک داشته در آلمان و خیلی به اون اعتماد میکرده و میرفته اونجا و میگه زمانی که مطبوعات ایران گفته بودن ایشون، یعنی محمد رضا کلاهی صمدی، در کلن و هامبورگ آلمان رؤیت شده اند، ایشون بسیار مضطرب میشه، بسیار نگران میشه و حتی به شیوه‌ای بوده اگه یک به چیزی مشکوک میشد به همسایه زنگ میزد به بهانه آشغال بیرون بردن. ببینین که و به هر حال به چیزی هم که خیلی مهمه باید اینجا ما بگیم اینه که میگه این فرد وقتی که در آلمان کشته میشه، این بسیار نگران بشه، تمام ارتباطاتش رو قطع میکنه تا روزی که کشته میشه. و این فرد که ما تحقیقاتی کردیم، بسیاری از افراد و چیزهایی که در ایران از طرف مقامات ایرانی هم گفته شده احتمالاً مسعود کشمیری بوده که ایشون هم متهم شده و در غیابن به اعدام محکوم شده برای انفجار دفتر نخست وزیری. درست میگی. روزنامه ها و بعضی از خبرگزاری ها در ایران هم با کسانی مصاحبه کردند که اونها گفتند که این دو نفر کشته شدن. بعد اتفاق بعدی آقای کریمیان بود، نه؟ در ترکیه. اتفاقا من اگه یادت باشه اون موقع خبرنگار ترکیه بودم، هنوز از ترکیه بیرونم ننداخته بودن. به هر حال سال 2017 ایشون ترور شد. فراموش نکن و چه اشتراکات زیادی بین ترور آل میره، یعنی محمد رضا کلاهی صمدی و سعید کریمیانش.
جفتشون زاربین از اتومبیل‌های سرقت شده استفاده کرده بودن، میرن بسلا قربانی رو میکشن اونجا. آقای سعید کریمیان جلوی شرکتش در استانبول بوده، مسئول کانال‌های جم تیوی بوده، اونو میکشن و دقیقا چند محله اونورتر ماشین رو به آتیش میکشن، اتومبیل دزدی رو که اثری از جرم نمونه. و این نشون میده کسانی که زارب بودن خیلی حرفه‌ای بودن. و دقیقا این موضوع ما میبینیم همچین روندی در آلمیره برای ترور محمد رضا کلاهی صمدی استفاده شده. افراد به نظر میاد اینا استخدام شده بودن و این فرد میکشن. البته خب شایعات زیادی در درباره آقای کریمیان بود که میگفتن خب ممکنه این در با گروه‌های خلافکار در ارتباط بوده باشه، اما همین جوری که گفتم شایعات زیاده و پلیس ترکیه ما هیچ گونه اطلاعاتی درباره قتل ایشون منتشر نکرد. اگه برگردیم به هلند، در مورد آقای نیسی نفر سومی که به هر حال در این ماجراها اسمش میاد، او چطور کشته شده؟ آیا او هم با همین اجیر شدن افرادی هست که بعداً گفتن که احتمالاً اینها قاتل، مثلا قاتل اجیر شده بودن؟ ببین، احمد ملا نیسی رهبر عربهای خوزستان، ایشون هم دقیقاً به شیوهی بسیار شبیه شیوه محمد رضا کلاهی صمدی و علی و سعید کریمیان کشته شد. ایشون هم زیر نظر بوده و جلوی خونش ایشون رو مثلا زاربین با اونجا با اسلحه در خیلی فاصله بسیار نزدیک ایشون رو ترور میکنن با ماشین BMW سیاه رنگ سرقت شده، بازم این جریان آلمیره هلند که خب پیشتر اتفاق افتاده بود، ایشون رو میکشن. اما زاربین وقتی که فرار میکنن فرصت نداشته بودن که اتومبیل رو به آتیش بکشن، به همین جهت فرار کرده. البته پلیس هلند داشت به هر حال تحقیقاتی رو شروع کرده، آیا زاربین محمد رضا کلاهی صمدی همون زاربین آقای ملا نیسی بودن یا نه؟ و به نظر ظاهرا میگن اتومبیلی که پیدا کرده بودن در آلمیره به نظر میاد فردی که تیراندازی کرده بود، طرفش بسا بغل دست راننده میشینه و صندلیش بسیار عقب بوده و این فرد قدش بلند بوده. این موضوع دقیقاً درباره آقای ملا نیسی هم صدق میکنه. اتومبیلی که به دست آوردن صندلی طرف راننده عقب بوده، طرف به هر حال شاگرد راننده نشسته عقب بوده. افرادی رو هم که دستگیر کردن، دو نفر به جرم قتل محمد رضا کلاهی صمدی، 3-4 ماه بعد از کشته شدن آقای ملا نیسی دستگیر شدن. چرا فکر میکنی چرا این افراد به این شکل؟ چون مثلا در تمام این قتل‌ها همونطور که تو اشاره کردی، یک گزینه این که اینها احتمالاً در یک جاهایی درگیر با یک کسانی بودن که اونها بخوان اینها رو بکشند مطرح شده، که انگار که این قتل‌ها سیاسی نباشه. ببین، یک موضوعی در گذشته ترورها یا کسایی که کشته میشد مخالفان ایرانی معمولا افرادی بودند وابسته به حزب الله و گروهایی بودند که خیلی به ایران از لحاظ ایدولوژی نزدیک بودند. اما ما در 3 سال گذشته یک روند دیگه رو میبینیم، میرن تو اون شهر افراد تبهکار و مافیاهای اونجا رو پیدا میکنن، ظاهرا هر کی هست، حالا مشخص نیست کاملا کی پشت، ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم، ظاهرا اروپایی‌ها میگن که سازمان‌های اطلاعاتی ایرانه. این افراد تبهکار رو استخدام میکنن، پول بهشون میدن. مثلا در موضوع محمد رضا کلاهی صمدی، اینا تونستن اون اپلیکیشنی که مهاجمین استفاده کردن و با کسی که فرمان قتل داده حدود 1 ماه اینا در ارتباط بودن و حدود 230,000 یورو گرفتن که محمد رضا کلاهی صمدی رو بکشن. به همین جهت اگه شما نگاه بکنید در سعید کریمیان، در قتل محمد رضا کلاهی صمدی، در قتل آقای ملا نیسی، همه اینها وچه اشتراکاتی داشتن، افرادی استخدام شدن برای کشتن، به احتمالا پول دریافت کردن. در مورد 2 اتفاق دیگه هم صحبت بکنیم. یکی اتهام مطرح شده در مورد تلاش برای بمبگذاری در نشست مجاهدین در فرانسه است، که نشست در فرانسه بود ولی اتفاقات در سطح اروپا پخش بود در این باره. ببین، دستگیری هایی که انجام شد همزمان در آلمان، در بلژیک و در فرانسه نشون میداد که سازمان‌های اطلاعاتی این کشورهای اروپایی داشتن با هم دیگه همکاری می‌کردن، یا احتمالاً حتی ممکن بوده سفارت ایران رو شنود می‌کردن. این یک زوج ایرانی که دستگیر شده بودن در حومه بروکسل بلژیک
قبل از ظاهراً در حال رانندگی به طرف پاریس بودن. اینا چندین سال بود در سازمان مجاهدین فعال بودن، ظاهراً به نظر میاد اینا کاشته شده بودن. و پلیس بلژیک میگه قبل از اینکه اینا حرکت کنن حدود 500 گرم مواد منفجره در لوکزامبورگ توسط دیپلمات ایرانی که در پستش در وین بوده، اتریش بوده، همین آقای اسدالله اسدی به ایشون داده و ظاهراً قصدشون این بوده که در این تجمع سازمان مجاهدین این رو منفجر بکنن. اما خب قبل از اینکه این ناموفق بود اینا رو دستگیر کردن. این دیپلمات ایرانی با هماهنگی این کشورها در بایرون آلمان دستگیر شد. بعدها که ما با توجه به درخواست ایران هم بازم دادگاه آلمان تصمیم گرفت که ایشون رو به استرداد داده و تحویل پلیس بلژیک بده. اما یک نکته رو باید اینجا بگم، این ترورها فقط در داخل اروپا نیست و چه اشتراکی که دارم میخوام بگم بین اینکه افرادی رو بکارن در سازمان خاصی و بعدن از اینا استفاده کنن، انفجار کنن. شب یلدای دو سال پیش در کردستان عراق مقر حزب دموکرات اینا یک مراسمی داشتن. فردی که چندین سال بود اونجا فعال بود و خیلی مورد اعتماد بود، بمبی کار گذاشت، بمب منفجر شد، چندین نفر رو کشت و بعد همین شخص که افراد زخمی رو به بیمارستان برده بود متوجه شدن برگشته ایران. صحیح. ولی مورد آخر که در واقع آخرین برگ از این داستان هست، اون ماجرای پلیسی در مرز در واقع دانمارک و سوئد بود که نتیجهش رو هممون شنیدیم. این بود که دانمارک اول سفیرش رو فراخوند، البته سفیر دوباره برگشت، ولی خب نتیجهشون تحریمی بود که اروپا علیه ایران بالاخره وضع کرد. دانمارک هم با هماهنگی سازمان اطلاعات نروژ سوئد بوده، فرد رو سوئد دستگیر میشه بعد تحویل دانمارک داده میشه. یعنی سازمان اطلاعاتی همه اینا همکاری کردن. متهم شده این شخص ایرانی که میخواسته این یکی دیگه از اعضای این گروه های فعال عرب خوزستان رو ترور بکنه. اما عکس العملی که ما دیدیم متفاوت بود با عکس العملی. تا ماه می قبل از اینکه آقای ترامپ از برجام بیرون بکشه، ما می‌دیدیم که اروپایی‌ها نه تنها سکوت کرده بودند درباره موضوعهای ترورها، حتی حاضر نبودند تایید کنند مثلا هویت مقتول چی بوده. اما می‌بینیم در از ماه به هر جولای دقیقاً تازه هلند میاد بیرون میگه ما دو دیپلمات ایرانی رو اخراج کردیم تو ماه جوان، اما حاضر نیست بگه به چه دلیلی. بعد میبینیم فرانسه این کار کرد، بعد میبینیم دستگیری میشه دیپلمات ایرانی. تو همین امروز که نشست بوده بعد روز سه‌شنبه گذشته سفرای بریتانیا، آلمان، بلژیک، فرانسه، من فکر میکنم 6 کشور بودن، هلند، دانمارک، همه اینا به وزارت خارجه ایران میرن، فران خوانده نشدن، میرن اونجا و به شدت ابراز نگرانی میکنن از فعالیت‌های دیپلمات‌های ایرانی و سازمان جاسوسی ایرانی برای عملیاتی اینچنینی که متهم شدن. به هر حال فشارها رو ایرانه و به نظر میرسه بعد از اینکه در اون مرحله با افرادی که من در هلند و فرانسه صحبت می‌کردم میگفتن در اون مرحله به نظر میرسه دولت‌های اروپایی هنوز امیدوار بودن آقای ترامپ از برجام بیرون نکشه. شاید یک دلایل که سکوت کرده بودن اون موقع این باشه. اما ما می‌بینیم بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام بیرون کشیده، اروپایی‌ها بسیار آشکارا دارن درباره این موضوع صحبت میکنن و حتی رئیس جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون بعد از این اتهام نقشه بمبگذاری در پاریس گفت مشخص نیست که این ترورها، میدونیم از ایران اما مشخصی آیا دولت از اون اطلاع داره یا نه. متوجه. ممنونم جیار. من میدونم که این موضوع خیلی پیچیدگی‌هایی داره که حتما در مستندی که تو قراره بسازی بیشتر در موردش خواهیم دید. اما بحث در مورد این موضوع مهمانان زیادی رو میطلبه. ما 3 مهمان رو دعوت کردیم که بتونیم از جوانب مختلف به موضوع نگاه بکنیم. حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان برلین هست. آقای نوذری قبلا کتابی از مدارک مربوط به دادگاه میکونیس رو جمع‌آوری و ترجمه کرده. این کتاب موجود هست، کتابی هست که الان به عنوان ریفرنس یا در واقع محل رجوع بهش استفاده میشه. باز از برلین پرویز دستمالچی رو داریم، نویسنده و فعال سیاسی، از آدم‌های با سابقه در این حوزه که بسیاری رو می‌شناسن و می‌تونن به ما کمک بکنن. و اینجا در استودیو هم حسین علیزاده دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فلنان مهمان ما هستن. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. آقای علیزاده اول شما به ما بگید، شما در دستگاه سیاست خارجی ایران کار کردید. اول به ما بگید آیا اون تحولاتی که ظرف این چند ماه اخیر می‌بینیم به نظر شما متفاوت هست از اونچه که در سال‌های گذشته، در 30-40 سال گذشته؟ به هر حال ایران همواره با این اتهامات مواجه بوده، در دهه‌های پیشین هم متفاوت هست از اونها؟ بله، کاملا متفاوت و کاملا
غیر مترقبه. ببینید علت اینکه میگم غیر مترقبه است، پس از حادثه میکونوس که جنجال بسیاری اتفاق افتاد و حکم دادگاه صادر شد علیه آقای فلاحیان وزیر اطلاعات و با اعلام بر این که رهبر کشور آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی رئیس جمهور و وزیر خارجه آقای ولایتی در از این پروسه قتل اطلاع داشتند، پس از اون یک توافقی علنی نشده بین ایران و اتحادیه اروپا، چون اونا میگفتن که خب این اتفاق افتاده، ما نمیخوایم این حادثه تکرار بشه، به شرط اینکه شما این اقدامات رو متوقف بکنید، ما همین پرونده رو دیگه مسکوتش میکنیم، به بایگانی میسپاریمش. اگر از اون سال تا به حال نگاه کنید، تا نیمه دوم 2016 که هی خبرها یکی پس از دیگری بیرون آمد، فرانسه، بعدش هلند، بعدش دانمارک و دسامبر هم آلبانی، در واقع ما خبرهایی نمیشنیدیم از ترورهایی که منتسب به جمهوری اسلامی باشه. حالا به دلیل این بود که جمهوری اسلامی پذیرفته و پس از میکونوس که دیگه دست به اقدامات در خاک اتحادیه اروپا لااقل دست به اقدامات نزد. امریکا اتهاماتی مطرح شد بودش. بله، در بسیار در شهرهای کشورهای دیگه آسیایی، آفریقا، حالا جا بوده، اما در اتحادیه اروپا این توافق شده بود به شرطی که میکونوس کنار گذاشته بشه. چه شده که الان شما میبینید بحث انفجار مثلا در مقر سازمان مجاهدین خلق، من فرض کنیم که اتفاق افتاده بودش و فرض کنیم که مثلا در مورد دانمارک این اتفاق افتاده بودش، یا مثلا در بازی آلبانی قرار بوده در بازی فوتبال آلبانی و اسرائیل بمبگذاری بشه. اما نکته دیگه که برای من خیلی غیر مترقبه هست، آقای علیزاده، بحث اینا اتهاماتی هست که اتحادیه اروپا مطرح میکنه، بسیاری هم معتقدن که این اتفاقات افتاده، ولی من بیشتر قصدم این هستش که شما به ما بگید آیا اون رفتاری که با دیپلمات‌های ایران شده، یک نفر بازجویی شده، چند نفر اخراج شدن، این رفتار به نظر شما یک پترن خاصی است، یک الگوی خاصی است؟ بسیار نکته مهمی رو شما دست گذاشتید که من میخوام بگم در طول تاریخ سیاست خارجه جمهوری اسلامی، بلکه فراتر بگم، شاید بتوانم با جرات بگم در تاریخ روابط بین الملل، ما شاهد نیستیم، شاهد بودیم که سی دیپلماتی اخراج بشود از کشوری، شاهد نبودیم دیپلماتی تحت بازجویی قرار گرفته باشه. یعنی این که همین الان من و شما داریم صحبت میکنیم در اینجا، اون آقای اسدالله اسدی که متهم هستش به بمب‌گذاری در بحث فرانسه، او الان تحت بازجویی است. این نکته اول. نکته دوم، خب این رو مقایسه کنیم با سال 2003 که در همین لندن آقای هادی سلیمانپور سفیر اسبق ایران در آرژانتین تحت پیگرد اینترپول بود به خاطر اون بمب‌گذاری در آرژانتین، بله، آمیا، پرونده آمیا معروف هستش. ایشون با پاسپورت عادی به عنوان دانشجوی دکترا به لندن آمده بود، چون تحت تعقیب بود دستگیر شد. اگر اخبار اون زمان رو مراجعه کنید، خود بی بی سی فارسی به شدت مسئله رو پوشش دادن که جار و جنجالی در ایران اتفاق افتاد که شما دیپلمات اسبق ما رو گرفتید. بله. اگر نسبت به دیپلمات اسبقشون این چنین واکنش نشون میدن که کار درستی هم هستش، همه نظام ها این کار رو میکنن، چگونه هستش که الان دیپلماتی تحت بازجویی اصلا ماهی واکنش سخت و حساسیت آمیزی ازش شاهد نیستیم؟ برای من بسیار غیر مترقب است. آقای نوذری، شما از نزدیک پرونده میکونوس رو دنبال کردید، تمام مدارک رو شما ترجمه کردید، در این کتابتون جمع‌آوری کردید، شما آیا شباهت‌هایی در این دو سه سال اخیر با اون چه که قبلا در مورد ایران مطرح بود در اروپا می‌بینید؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. اگر خیلی صریح بخوام بگم، ما در مدارکی که در حین دادگاه به دست رسید و ما ترجمه کردیم و دیدیم و ارزیابی‌های مختلف داشتیم، چند تا نتیجه خیلی جالب بود. یکی این بود که اون موقع هم میگفت که ایران برخورد به اپوزیسیونش در خارج از کشور رو بخشی از مسائل درونی خودش می‌بینه و برای همین دغدغه این که به چه کشوری بر بخوره یا نخوره نداره. و مسئله دوم این بود که یک دستگاه عظیم دیپلماتیک که بسیار هم تحت حمایت مسئولیت سیاسی هست، پشت این جریان ترور و ارزیابی ها و تعقیب ها و هست، برای همین دست بسیاری از مقامات اطلاعاتی رو در به هدف رسیدن مسئله خیلی کوتاه میکنه. و نکته بعد این بود که
ما نشون دادیم که شاید جالب باشه که الان مرتب میگن آیا تو این وضعیت برجام و خروج آمریکا و اینها آیا این کار عاقلانه‌ایه که ایران کرده یا نه، باید گفت که این مسئله هم در گذشته در سالهای 80 و 90 میلادی هم در اون دهه هم مثل الان بوده. به عنوان مثال ما تو دوران میکونوس دیدیم که هاشمی رفسنجانی به عنوان مثال آقای مصباحی شاهد سه رو در 1987 برای مذاکره میفرسته به اروپا که گروگانهای ایرانی در گروگانهای اروپایی و آمریکایی رو در لبنان آزاد بکنه و آقای مصباحی کارت سفید داشت از آقای رفسنجانی، ولی همزمان با اون ترور معروف خلبان طالبی که فانتوم ایران رو دزدیده بود و آورده بود به خارج از کشور توسط عبدالرحمن بنی هاشمی که بعداً رهبر تیم میکونوس هم بود در اتریش انجام میگیره، یا به عنوان مثال جریان میکونوس در دورانی اتفاق میفته که مسئله دیالوگ انتقادی و اینکه آلمان در سبز اروپا رو میخواد به غرب باز بکنه. اینها نشون دهنده اینه که برای ایران هنگامی که خط قرمزش از دید خودشون زیر سوال میره و کسایی رو که بالقوه برای اونها خطرناکی میخوان از بین ببرن، هیچ مسئله بین‌المللی جایگزین اون جریان نخواهد شد. برای همین این موازات و این پارالیتت بین اون موقع و الان هست. آقای نظری اشاره کردن به اینکه نیروهایی که برای ایران خطرناک تشخیص داده میشن، ولی آقای دستمالشی مثلا در مورد آقای کلاهی، اگر این آقای علی معتمد اونطور که همکارم جیار گل در تحقیقاتش بهش رسیده گفته میشه که همون آقای کلاهی هست، آقای کلاهی 40 سال بوده خارج از ایران بوده، به نظر نمیاد که فعالیت او به طور مستقیم الان ارتباطی با ایران میداشته یا اصلا فعالیت سیاسی یا کاری میکرده. چرا باید برای ایران مهم باشه که چنین افرادی رو هدف قرار بده؟ یا مثلا افراد دیگری، مثلا اون فعال عربی که در دانمارک صحبتش هست، به نظر نمیاد که شخص خیلی برجسته‌ای در فعالیت‌های حزبی مثلا گروه الاهواز باشه. ببینید اینکه ما ارزیابی اون از این افراد چه هست با ارزیابی های جمهوری اسلامی متفاوته صحیح. و بعد جمهوری اسلامی اهدافی رو دنبال میکنه که خب برای ما قابل فهم نیست. اینکه آقای علی معتمد یا محمد رضا کلاهی صمدی که متهم است که ساختمان حزب جمهوری اسلامی رو در سال 60 منفجر کرده، فرض کنیم که باشه، من اطلاع ندارم برای اینکه دادگاه علنی نبوده، ولی اونها معتقدن که ایشون بوده و گویا در دادگاه های غیر علنی خودشون ایشون رو محکوم به مرگ کردن و بعد اجرا کرد. اما باید ما توجه داشته باشیم که آقای علی معتمد که در دسامبر 2015 به قطر رسید، ایشون تبعیت هلندی داره. یعنی در اینجا چه اتفاقی میفته؟ اولا جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله ای رو که در رابطه با آقای علی معتمد داره و میره سازماندهی میکنه، پول میده و یا غیره، ایشونو به قتل میرسونن، به عنوان شهروند ایرانی یک شهروند هلندی رو هم به قتل میرسونه و این مخالف تمام روابط و قوانین بین‌المللیه. به اضافه اینکه یه همچین کاری از طرف یک حکومت چه خودش مستقیما انجام بده و چه خودش این جریان رو غیر مستقیم انجام بده، این یعنی نقض حق حاکمیت کشور دیگه، به خصوص در شرایطی که الان اتحادیه اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا با مسئله تروریسم بنیادگرای اسلامی روبرو هستن، چه تروریسمی رو که توسط حکومت ها هدایت میشه و چه تروریسمی رو که محصول این هسته های بنیادگرای اسلامی هستن. به هر حال اهداف اونها انتقام جویی هم هست. به نظر من در رابطه با آقای علی معتمد یا محمد رضا کلاهی صمدی انتقام جویی هم بوده، قصاص هم بوده و میخواستن نشون بدن که چنین کاری رو حتما تا آخر پیگیری خواهند کرد و انتقام خواهند گرفت. من ارزیابیم این استش که پس از اینکه آقای معتمد در هلند به قتل میرسه حدود 3 سال پیش، جمهور و اقدام لازم علیه این ترور حکومت جمهوری اسلامی انجام نمیگیره، با توجه به اینکه به احتمال بسیار بسیار قوی از همان ابتدا
مقامات امنیتی هلند میدونستن، جمهوری اسلامی فکر کرده، تصور کرده که دو مرتبه میتواند ترور مخالفان رو در خارج از کشور شروع بکنه و در پی اون آقای ملا احمد نیسی رو ترور کرده و بعد طرح بمبگذاری در جلسه مجاهدین رو برنامه ریزی کرد. جالب اشاره کردند آقای دستمالشی، برای اینکه بحث مطرح بود که چرا مثلا هلند دو تا دیپلمات رو اخراج کرد و دلیلش رو اعلام نکرد، یا حتی آقای مکرون خودش گفت ما خیلی مطمئن نیستیم چه کسانی در، آیا اصلا مهم هست که چه کسی کجا، اگه یک حکومتی در خارج از مرزهاش داره یک چنین اقدامی میکنه، چرا باید برای اروپایی‌ها اینقدر این ملاحظات جانبی وجود داشته باشه؟ اتفاقا نکته مهم همینه. ببینید، چون اونها میدونن در نظام ایران، نظام جمهوری اسلامی، یک نظام تک صدایی نیستش، نظام است که نهادهای موازی در اونجا کار میکنن، نظامی که یکی از جناح‌ها دیگری رو معدوم میکنه تا ولی الان وزارت اطلاعات که بخشی از خود دولت هست الان متهم هست و تحریم شده. منتها آیا ماجرای پشت پرونده چیست؟ واقعا نکته ابهام آلوده است. یک نکته کلیدی در مسئله هلند نباید مغفول بشه. من این رو به استناد خبری که خبرگزاری فارس و کیهان شریعت مدار اعلان کرده، اگر این خبر دروغ باشه بایستی سفارت وزارت خارجه ایران این رو تکذیب بکنه. یک حادثه عجیبی اتفاق افتاده در مسئله هلند و اون این که پیش از اخراج اون به اصطلاح دو دیپلمات ایران در هلند، سفیر خبر نه توسط وزارت خارجه هلند اعلام شده است، بلکه این خبر توسط سازمان امنیتی هلند اعلام شده و این برای اولین بار در تاریخ هستش که یه وزارت خارجه وظیفه این کارها رو داره، کسی اخراج بکنه، کسی عنصر نامطلوب اعلام بکنه. این یک نکته که خیلی تعجب انگیزه. خبرگزاری فارس نکته دومی رو هم اضافه کرده، گفته که سفیر ایران در هلند به سازمان امنیت هلند احضار شده. خیلی برای من عجیبه، دیپلمات ها طرف حسابشون وزارت خارجه ها هستش، به این که اونجا احضار بشود و در اونجا بهش گفته بشه و حتی دیپلمات ها. من اتفاقا این سوالی بود که ما دیروز وقتی راجبش بحث میکردیم میخواستیم دقیقا این رو از شما بپرسیم. ما میدونیم که به هر حال این بحث مطرح هست که در سفارت ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان افراد مختلف و رده های مختلف با در واقع تعریف کار متفاوت وجود دارن. شما ممکنه یه توضیحی به ما بدید که چطور هست این تقسیم بندی؟ آیا افرادی به طور مشخص از وزارت اطلاعات هستند در سفارتخانه ها؟ اونها چه میکنن معمولا؟ قطعا همینطوره. ببینید، شما از اعضای نهادهای امنیتی، نمیخوام بگم در تمام سفارتخونه های ایران چون بعضی سفارتخونه ها مهم نیستن، اما مطمئن باشید مثلا در آلمان، مطمئن باشید در فرانسه، مطمئن باشید در انگلستان، به هر حال کشورهایی که اهمیت خاصی دارن، ایستگاه به اصطلاح خودشون میگن ایستگاه وجود داره در اونجا افرادشون و این طبیعیه. در چه رده‌ای هستن؟ در هر سطح رده‌ای باشه مهمی، به این مسئله طبیعی هستش که افراد کارکشته رو اونجا اعزام کنن. من از این نظرم گفتم آقای علیزاده که این افراد در چه رده‌های تصمیم گیری هستن، چقدر فراغ بال دارن برای اینکه هر کاری دلشون میخواد بکنن. دقیقاً نکته همینجاست. این افراد ایستگاه‌ها وجود داره همونطور که اونها در ایران دارن، اما مبادرت کردن به اینکه اقدام تروریستی رو انجام بدن هرگز اصلا این تعریف نشده در کار اونها و از همین جاست. و من وقتی سکوت دولت آقای روحانی رو میبینم، سکوت آقای ظریف رو میبینم که نسبت به کسی که اصطلاحا دیپلمات نامیده میشه تحت بازجوییه، ماها و قرار حق با چرا حساسیت در خودتون نشون نمیدید، من موضوع در یک بستر خاصی تلقی میکنم. ببینید، تا کنون سه تا سناریو رو من بررسی کردم. سه سناریو وجود داره که آخه چه خبره. شما نگاه کن، همه اخباری هم که اومده بیرون، فرانسه، هلند، دانمارک، آلمان، شش ماه نیمه دوم سال 2008، یعنی پیک جریان این که 2018 که قرار میخ تابوت برجام توسط آقای ترامپ زده بشه، نیاز به اجماع جهانی داره، اجماع جهانی که اتحادیه اروپا پشتش نایستاده بودش، میخواستن دنبال سازوکار مالی بودش که بحثش هم دارید. خب سه تا سناریو مطرح هستش. سناریو اول این که میگن اسرائیل مسئله رو داره دامن میزنه،
بدن اینکه آلبانی گفت ما با مشورت اسرائیل این خبر رو مطرح کردیم، حتی دانمارک هم گفتش اطلاعات اولیه خود اسرائیل هم اسرائیل گفته ما گفته این یه سناریو هستش. اگر این باشه که اسرائیل این موجبات را فراهم کرده که این همه سفارتخونه دست به این اقدام بزنن دستش درد نکنه، یعنی واقعا در تمام ریشه های جمهوری اسلامی نفوذ کرده، جمهوری اسلامی بعد فاتحه خودش رو امروز خونده باشه، من این احتمال رو محتمل میدونم اما نه چندان قوی. احتمال دوم، سناریوی دوم این هستش که کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی مثل قصه میکنوز از صدر تا ذیل در این ماجرا هستن. من این رو بالکل بعید میدونم، به خاطر اینکه آقای روحانی، آقای ظریف، تیم اصلاح طلب و آبرو حیثیت دنیا آخرت خودشون گوشن در این مسئله برجام چرا بخواد دست به همین چه کاری بزن؟ و مورد سوم این هست که ما یک درکی از جمهوری اسلامی باید داشته، نظام نهادهای موازی است. یکی تلقی اصلی من این هستش، یکی از نهادهای موازی جمهوری اسلامی به قصد معدوم کردن، ساقط کردن دولت آقای روحانی، دستاورد آقای روحانی، برجام، آقای ظریفی که 100% آمریکایی او رو نامیدن به استیضاحش میخوان کن، دست به این اقدامات زده. شما که صحبت میکنید دو مهمان دیگه دائم دارن سر تکون میدن، بذارید از آقای نوذری و آقای دستمالچی نظرشون راجع به همین موضوع بپرسم. آقای نوذری اول شما بفرمایید. من رد میکنم. ما واقعا این نظر رو که ما با توجه به مدارک و مسائلی که در دادگاه میکنوت و بعد از اون نمیدونم برسیم، ما سه دادگاه دیگه هم در بلند داشتیم و اون دادگاه 2016 نشوندنده این بود که یک جریانات دیگه ای داره توی اروپا شروع میشه، هنگامی که چند نفر متهم شدن به در واقع شرکت در جاسوسی در درون سازمان مجاهدین خلق و در درون جناح مشروطه، و دادگاه سوم که بر علیه مجاهدین بود سال 2016 تموم شد، برای اولین بار بعد از سالها یک افسر رابط به آلمان میاد و با اون میسم که نفوذی در مجاهدین بوده در آلمان ملاقات میکنه. اینها نشون دهنده اینه. اما برگردم به اصل سوال، ببینید ما در جریان دادگاه میکنوت و پیش از اون دیدیم که عملیات خارج از کشور میبایستی با یک اجماع جمعی باشه. اجماع جمعی به این خاطر نیست و به این منظور نیست که تمام جناها همه پشت میز هستن یا نه، بلکه در یک مجمعی که سابق خمینی بود، بعد از اون شد کمیته امور ویژه و بعد از اون معلوم نیست که در چه سطحیه، ولی تمام جناها را در بر میگیره، چون که هم دولت، هم نیروهای ضربتی، هم سپاه و هم جناهای از وزارت اطلاعات که عملیات دارن در اون هستن، نشوندن این یک اجماع هست. این لازم نیست که تمام مسئولین بدونن. موضوع اینه که اجماع بر سر این که فلان کس باید از بین بره به طور عمومی بایستی باشه، که اون مسئول، اون دیگه خودکار عمل میکنه، حالا وزارت اطلاعات یا واحد قدس یا فلانه. ما توجه باید بکنیم هنگامی که دبیر سوم یک سفارتی این کار رو انجام میده، این سر ایستگاه عین دبیر اون موقع دوران میکونوس در فرانکفورت که مسئول تهیه عکس ها و اسلحه بوده، چه در دوران ترورهای سالهای 80 که اتریش بیشتر این کارا رو انجام میداده. من معتقدم که عملیات در خارج از کشور به خاطر اهمیت اون میبایستی بر اون یک اجماع جدی انجام شده باشه. سیاست کلان رژیم باید با اون همخوانی داشته باشه و برای همین من از تئوری نیروی خودسر و اتونوم عمل کننده در این رابطه به هیچ عنوان طرفداری نمی کنم. و آقای دستمالچی نظر شما؟ ببینید در دادگاه میکنست آنچه را که آقای ابوالقاسم مصباحی مطرح کرد، ایشون تحت عنوان شاهد سی معروف است و بعد دادگاه تونست اونو اثبات بکنه. آقای مصباحی در دادگاه شهادت داد. آقای دستمالچی برای کسایی که خیلی نمیدونن اول توضیح بدید آقای مصباحی چه کسی بودن؟ آقای مصباحی یکی از مقامات ارشد دستگاه اطلاعات و امنیت ایران و از پایه‌گذاران این دستگاه اطلاعات و امنیت بود و یکی از اشخاص بسیار بسیار نزدیک به آیت الله خمینی با آقای رفسنجانی بود و مأموریت‌های ویژه‌ای رو برای این دو در خارج و در درون ایران انجام میداد و که بعداً فرار میکنه و میاد اروپا و بعد در دادگاه برلین شهادت میده. ایشون میگه که تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود تمام تصمیمات مربوط به قتل دگراندیشان رو شخص ایشون میگرفت و بعد از اینکه ایشون فوت کرد
در جمهوری اسلامی شورایی تشکیل شد به نام شورای امور ویژه که این شورای امور ویژه در رابطه با قتل دگراندیشان در درون ایران و در بیرون ایران تصمیم می گرفت و اعضای درجه اول این شورای امور ویژه شخص رهبر مذهبی نظام، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات و امنیت بودند که در اون زمان آقای خامنه ای، رفسنجانی، ولایتی و فلاحیان بودند و در رابطه با آقای فلاحیان حکم دستگیری بین المللی هست در آلمان صادر شده در سال 1996. ببینید این مسئله وجود نهادهای موازی و یا خودسرها یک افسانه است به چند دلیلی که الان برای شما خواهم گفت. یکی از دلایل بسیار مهمی که در این رابطه وجود داره این استش که پس از صدور رأی دادگاه یعنی در آوریل 1997 اتحادیه اروپا رابطهشو با جمهوری اسلامی قطع کرد و دیپلماتاشو فراخواند. بعدن یکی از دوستان من که در حزب سوسیال دموکرات آلمان بود برای من گفت که جمهوری اسلامی قول داده است که دیگر در خاک اتحادیه اروپا دست به ترور نزنه، به این دلیل رابطه دو مرتبه برقرار شده و این واقعیت یعنی از سال 1997 تا 2015 یعنی به مدت حدود 20 سال در خاک اتحادیه اروپا دیگه قتلی انجام نگرفت. یعنی اگر گروه های خودسری وجود دارند و یا نهادهای موازی این قول دولت ایران رو نمی بایستی بهش عمل می کردن و ادامه می دادن. به اضافه این که اگر آقای کاظم دارابی که متهم ردیف اول ترور برلین بود بعد از زندان به ایران فرستاده میشه و ایشون خودسر عمل کرده و آبروی نظام رو برده و باعث شده یک حکمی بر علیه آقای خامنه ای، رفسنجانی و ولایتی و فلاحیان صادر بشه، از ایشون که منطقا نباید در فرودگاه استقبال بکنن، باید ایشون رو دستگیر بکنن، تحویل مقامات قضایی بدن به دو دلیل. یک، بی‌آبرو کردن نظام. دو، قتل شهروندان ایرانی در برلین. نظر شما؟ ببینید من سه تا سناریو مطرح کردم که اسرائیل گفته یا کلیت حاکمیت یا بخشی از حاکمیت. در هیچ کدوم از این سه تا سناریو من نگفتم نیروهای خودسر دست به این کار زدن. اگر اون سناریوی سوم رو من قوی میدونم که بخشی از حاکمیت دل واپسان اونهایی که به هر ترفندی داشتن متوسل می شدن که برجام و این روابطی که داشت برقرار می شدن رو منهدم بکنن، اون بحث من اشاره من به اونها اینا خودسر نیستن. شما چیه؟ خب نیستن، خودسر نیستن، ولی این چیزی که آقای دستمالچی میگن به هر حال اگه یک توافقی در درون حکومت ایران بوده بین همه جناها و قولی داده شده توسط دولت ایران 18 سال هم دست کم ما میدونیم که تقریبا این قول نگه داشته شده، چرا حالا نه؟ خب نکته همینجاست. ببینید پس اگر قولی داده شده چرا الان اومده این قول رو دارن نقض میکنن و یکی پس از دیگری دارن دست به عملیات میزنن؟ مثلا بمبگذاری در اجتماع مجاهدین میبایستی مثلا چقدر قرار بود کشته بشن؟ یک سوال رو دوستان باید پاسخ بدن، میهمانان شما باید پاسخ بدن. اصلا من تم خریدار صحبت ایشون که اراده از صدر تا ذیل حاکمیت هستش، دیپلمات شما رو گرفتن تحت بازجویی قرار دادن، چرا خودتون رو پاره پاره نمیگونید؟ چرا تک و تاب از جمهوری اسلامی نمیبینیم؟ اگر این پاسخ نداره در تلقی من آقای ظریفی که میداند یک وزارت خارجه بیدر و پیکری رو از دوران احمدی نژاد در خودش میدونید در اواخر دولت احمدی نژاد بسیاری رو اخراج کردن و بسیاری نیروهای سپاهی و بسیجی رو وارد کردن، به این ترتیب میدونه از همه عناصر استفاده کردن به نام نظام، به نام دولت و به نام وزارت خارجه او داره این کارو میکنه. آقای نظری شما مخالفین بفهمید. ببینید اصلا میبخشید واقعا
اینجور واقعا توی جمهوری اسلامی هیچگاه. جمهوری اسلامی در دوران میکنوس هم به طور علنی زیاد خودش رو، اگر کلمات آقای علیزاده رو بخوام استفاده کنم، پاره پاره نمیکرد و پشت پرده میکرد. برای ایشون هم آقای سلیمان پور، شما شاهد مثال آقای سلیمان پور رو شاهد هستی. شما باید توجه بکنید که در بخش اول صحبتتون هم گفتین این یک جنجاله که یک دیپلمات رو پلیس سوال جواب بکنه. شما دیپلمات بودی و باید متوجه باشی که این دیپلمات فقط در کشور خودش که اونجا اکریدیت شده، درسته. اونجا تصدیق شده، یعنی هیچ فقط مسئولیت داره، نه تو آلمان مسئولیت داره نه تو یک کشور دیگه. برای همین موقع، برای همینم هم آلمان نداشت که ایشون به اتریش برگرده. اصلا این نیست که ایران در پشت پرده کاری رو نمی‌کنه. شاید یک مثال براتون جالب باشه، چهره خندان اینهای آقای خاتمی سال 2000 که اومد آلمان، یادتون نره. من اطلاع موثق دارم آقای ابتهی که رئیس دفترش بود، در هنگامی که آقای خاتمی آمده بود بلند، در با دفتر ریاست جمهوری در فکر این بود که چجور کاظم دارابی رو زودتر از وقت موعد بتونن برگردونن به ایران، که اون موقع با مخالفت شدید دادستانی و مقامات امنیتی برگردن. اینجور نیست که پشت پرده دولت ایران کاری نکنه و خودش رو انجام نده. این هم این واقعا این جریان اسماعیل بخشی رو نگاه بکنید، یه عده میگن موافق، یه عده مخالف، ولی در مجموع همه میگن شکنجه نشده. یعنی حالا این چه جنایی و اینها، خصوص دولت میگه شکنجه نشده الان. دقیقاً مثل اینه که یک سیاست کلیه و اینها مجبورن ازش دفاع بکنن. موضوع هم اینه و کل حاکمیت، کلماتی که به کار میبرن فرقی با هم نداره. اینکه چه کسی در چه رده‌ای این مسئله رو تصمیم گیری کرده در مرحله دومه. موضوع اینه سیاست در سطح کلی، یعنی زدن مخالفینی که پایشون رو از خط قرمز گذروندن در یک مجمعی که الان معلوم نیست اسمش چیه، سابق یا خمینی بود یا کمیته امور ویژه، الان معلوم نیست، ولی شواهد خیلی زیادی هست که همچین مجمعی وجود داره. موقعی که این تصمیم گرفته بشه، اون کسی که عمل میکنه آزادی عمل داره و راجع به هر عملش با بقیه صحبت نمیکنه. این درسته، ولی تصمیم در سطح کلی، در سطح کلان نظام گرفته میشه. اینو نباید اگه کوتاه بگید که من این سوال دیگه از آقای بله. ببینید من غیر از اینکه ایشون هنوز پاسخ ندادن چرا یک نظام در مورد دیپلماتش حساسیت به خرج نداده، سوال دیگه ای انجام میدم. خب ارزیابی شما چه چرا انجام سوال من این هستش که چرا جمهوری اسلامی دست به اقدام متقابل تا الان نزده؟ چرا نیومده دیپلمات دانمارکی رو اخراج کنه، دیپلمات هلندی رو اخراج کنه، دیپلمات فرانسوی اخراج کنه، دیپلمات آلمانی رو اخراج کنه؟ چرا جمهوری اسلامی داره به گونه ای مماشات میکنه با این ضربه هایی که دریافت میکنه؟ آره شما دارین شغل من از دست من در میاره، ولی بذارید سوالتون از آقای دستمالچی بپرسم. بفرمایید. ببینید دلیل مماشات این هستش که جمهوری اسلامی در رابطه با آقای اسدالله اسدی بیاید علنی فشار چه بیارد؟ درست. اگر فشار آورد و هلند و دانمارک و فرانسه و آلمان اسناد مربوط به دخالت آقای اسدی رو در فعالیت‌های تروریستی رو کردند و در اختیار همه مطبوعات گذاشتند، بعد جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ آخه ما باید توجه داشته باشیم، ما با یه حکومتی روبرو هستیم که از زمانی که سر کار اومده تا حالا چنین اقداماتی رو همواره کرده. صحیح. از طرف دیگه ما با دانمارک و هلند و بلژیک و غیره با کشورهایی روبرو هستیم که هرگز نه چنین کارهایی رو کردن و نه چنین اتهاماتی رو به کشور دیگه بی دلیل زدن. یعنی اسناد و مدارک میبایستی آنقدر باشد که بتواند وزرای خارجه این دو کشور بیایند و چنین حرفایی رو بزنند و یا در آلمان دادگاه تصمیم بگیره آقای اسدی رو تحویل بده. به این دلیل جمهوری اسلامی میخواهد چه فعالیتی بکند، چه فشاری بیاورد. علاوه بر صحبت آقای دستمالچی یه بحث دیگه هم مطرح آقای علیزاده. اگر که جمهوری اسلامی اینطور که شما میگید اینها یک گروهی هستند که میخوان توی کار دولت بذارن و دولت رو میخوان دلواپسان، اصلا شما اسمشون بده همون دلواپسان، ولی اگر اینطور هست به هر حال دولت هم میتونه از این موقعیت استفاده کنه، همونطور که آقای دستمالچی میگن، اگر این رو بیاد و مثلا بابت سر و صدا بکنه و این رو بشه که کار دولت نبوده، شاید هم در داخل هم در خارج از ایران به نفع دولت بشه. اما چرا این کارو نمیکنه؟ خب شما نگاه کنید، مگه این حادثه
حادثه‌ای که قرار یه نفر دو نفر سه نفر اومدن ترور کنن مگه بالاتر از حادثه میکونوس هست که خود آقای دستمالچی از بازماندگان اونجاست، پروندهش در اومد، دادگاهش تشکیل شد، از آقای بنی صدر اومدن تو اونجا رأی دادن، حکم برای فلاحیان، حکم برای علی خود شخص علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، ولایت. خب فضا هم خیلی عوض شده الان نسبت به 20 سال پیش. نکته همینجاست. پس بنابراین من میخوام بگم بخشی از حاکمیت که نگران این هستش که این روابط برقرار بشه، آقای ظریف نباید قدم بزنه با جان فری، جان کری، آقای ظریف نبایستی با آقای خانم اشتون رو بیاره در تهران، خانم اشتون برود در یکی از سفارتخونه ها جایزه ساخاروف، سایزه صلح ساخاروف رو بده به خانم نرگس محمدی، بده به آقای جعفر پناهی. این الان صحبتی که در وزارت خارجه ایران هست مکررن هم آقای ظریف صحبت کرده، بحث افتتاح دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران است، یعنی از نگاه دلواپسان، از نگاه آقای قاضی قضاتی مثل. شما پاسخ من ندادید، چرا آقای ظریف الان نمیاد در مورد این؟ آقای ظریف توییت میکنه و به نوعی حمایت میکنه، اون کار ریتوریک اوست، او کار ریتوریک او هستش به عنوان وزیر خارجه و به عنوان کسی که در بسیاری مسائل حقوق بشر، بسیاری رسوایی های جمهوری اسلامی، آقای ظریف همه رو ماسمالی کرده، من منکر این نیستم، اما وقتی نگاه میکنم میبینم سکوتشون رو در مورد که دیپلماتی بازداشت شده سکوت کردن، میبینم دست به اخراج نمیزنن، میبینم وقتی که وزرا میرن در تهران، هم آقای جیار گفتن 6 نفر وزرا میرن در تهران، میگن آقا ما تا یه اندازه میتونیم تحمل کنیم، سفرای اروپایی رفتن در تهران، ما تا یه اندازه میتونیم تحمل بکنیم، وقتی اینها رو من سرجم میزنم نمیتونم بپذیرم که این اراده مثلا از شخص آقای روحانی هم وجود داشته. بله. که آبروی خودش رو گذاشته در این مسئله ناگزیر، یا باید بگم اسرائیل به تصویر در این مسئله دخالت داشته. بله. یا باید بگم بخشی از حاکمیت داره علیه بخش دیگری از حاکمیت فعالیت میکنه. الان اگه به تصویر نگاه کنیم آقای علیزاده، اجازه است من یه جمله بگم؟ بفهمید، موقعی که آقای محمد رضا کلاهی صمدی در سال 2015 ترور میشه، هیچ کدوم از این دلایلی که شما ارائه میکنید وجود نداشته، یعنی تازه اول کار این است که آقای ترامپ میخواهد بیاید و این سیاست ها را اجرا بکنه. اما مذاکرات برجام که وجود داشته جناب دستمالچی، برجام بود، مذاکره با صحبت آقای روحانی با اوباما انجام شده بود. بذارید آقای دستمالچی صحبتتون تمام شد، صداشون نمیشنم. آقای دستمالچی ببخشید، بفهمید. یعنی من میخوام بگم که ترور آقای علی معتمد ربطی اصولا به این سیاست های امروز نداره. در رابطه با آقای احمد نیسی هم به احتمال بسیار قوی، چون این مربوط به یکی از رهبران و پایه‌گذاران جنبش آزادی بخش الاحواز هست و اونها عملیات مسلحانه رو در اونجا انجام دادن، این برمیگرده به اون ترورها. ولی اروپا نمیپذیره که حکومت‌ها بروند در کشورهای دیگه با نقض حق حاکمیت اون حکومت، اون کشور، افراد دیگر رو به قتل برسونن، به خصوص افرادی که شهروندان خود اون کشور هم باشن. البته در مورد اتهام که به الاهواز و در مورد عملیات شهر اهواز مطرح شد، این اتهام بود، بعداً داعش مسئولیت اون حمله رو به عهده گرفت. ما واقعاً الان خیلی تصویر روشنی نداریم که کار چه گروهی بود، ولی آقای دستمالچی من میخوام از منظورم این حمله اخیر نبود، حمله‌ای که حدود 2 سال پیش به یک کلانتری انجام گرفتن. صحیح. بله من میخواستم تصویر رو یه مقدار حالا بازتر ببینیم. الان اتحادیه اروپا اومده به طور مشخص معاون وزارت اطلاعات ایران رو در فهرست تروریستی خودش قرار داده، تحریم کرده. آقای دستمالچی کوتاه بفهمید، به نظر شما اینجور اقدامات تأثیری داره با توجه به شناختی که در 40 سال گذشته از جمهوری اسلامی داریم؟ حتما تأثیر داره. این رأی دادگاه برلین بود و همچنین اقدامات بعد از اون بود، یعنی قطع رابطه با جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی، اینها بود که باعث شد به مدت 20 سال جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا، موقعی که میگم اتحادیه اروپا به این معنا نیست که در ترکیه و عراق و پاکستان و جاهای دیگه چنین نکرد، ادامه داد این سیاست‌های ترور رو، ولی در خاک اتحادیه اروپا دیگه نکرد. و الان هم این فشار باعث میشه به همراه فشارهای بین‌المللی دیگری که هست، جمهوری اسلامی کوتاه بیاد و
دست از این سیاست ترور دو مرتبه در اروپا برداره. آقای نوذری، جمهوری اسلامی همواره در مورد این ترورها یا سکوت کرده یا مسئولیتش رو قبول نکرده، در مورد همه اونها چنین شیوه‌ای داشته. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی الان اون فشاری رو که باید ببینه از طرف اتحادیه اروپا داره میبینه که بخواد رفتارش رو تغییر بده یا نه؟ هنوز نه. دو نکته. ما میبینیم که این دستور خارج از کشور به ویژه توی صحبت‌های یحیی صفوی که ما خارج از مرزها هم میزنیم خیلی علنی اعلام شد، خیلی شبیه حرف فلاحیان بود در 30 اوت 1992. موضوع اینه که یعنی اون خط قرمز برای اینها برداشته شده. من معتقدم جمهوری اسلامی عقب میشینه، ولی موقعی که فشار همگانی و همه جانبه باشه. اگر به تنهایی از یک کشور باشه، با توجه به تجربه من از عمل کرده این رژیم، به تنهایی به ناگهان عقب نمیکشه. اگر فشار همه جانبه بین المللی و همگانی باشه، یعنی یک اتحادی از کشورهای خب با این حساب کانادا و اروپا و ایالات متحده باشه، به احتمال زیاد توی بخشای زیادی عقب نشینی خواهد با توجه به اینکه شما ارتباطات نزدیکی دارید با مهاجرانی که به خصوص کسایی هم که در سالهای اخیر از ایران خارج شدن، به احتمال زیاد ممکن هست خودشون رو هدفی در برای چنین اقداماتی ببینن. ممکنه خیلی کوتاه به ما بگید که چه حس و حالی بین اونها هست؟ منظورتون اینه که چه کسانی که به هر حال ممکن است فکر کنن که اونها ممکنه یک هدف بعدی باشن توسط جمهوری اسلامی؟ این اون ترسی که توی دهه 80 و 90 بود الان نیست، ولی من شاهدم که بسیاری رو به فکر کردن واداشته و اونها رو نسبت به یک سری مسائل سیاسی و ارتباطات حساس‌تر کرده، به مانند دو دهه و دو دهه و نیم پیش. ولی اون ترسی که دهه 80 و 90 بخشی از اپوزیسیون رو گرفته بود الان خوشبختانه موجود نیست. آقای علیزاده، یک دقیقه وقت داریم اگه جنبندی تو، چون دیدم خیلی یادداشت می‌کنید، بفرمایید. این که باز در تایید فرضیه سوم که بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگر خودش قیام کرده، دارن سرکوب می‌کنن، یک دلیل دیگه من بیارم. و اون این که شما نگاه کنید آقای مکرون، کسی که قرار بوده در کشورش بمب‌گذاری بشه، 500 کیلو به گفته آقای ژیار گل همکار شما قرار بوده بمب منفجر بشه در یک قسمت پاریس. چرا آقای مکرون میگه ما میدانستیم؟ عزابی که خود آقای مکرون کرده، آقای مرزابی خود آقای مکرون کرده، گفته ما نمیدونیم کدوم از بخش حاکمیت. نه، منظورم اینه که او چطور به این عزابی رسید. آیا فکر میکنید مثلا نمایندگانی از وزارت خارجه ایران ممکن هست چنین چیزی رو به او گفته باشند که این اتفاق هست؟ ببینید، وقتی که خبر دستگیری اون دیپلمات اسدی بحث فرانسه و بلژیک میشه، شبی بود که آقای روحانی داشت میرفت به سفر سوئیس و اتریش خودش که برجام رو نجات بده. این خبر یک اومد بالا و در همونجا صدر اعظم اتریش از آقای روحانی خواستش که شما در این مسئله به ما کمک بکنه، آمده که برجام رو نجات بده، و آقای روحانی بهش گفتش که ما در این مسئله با شما همکاری میکنیم. این یک واقعیت جمهوری اسلامی نظامی است که در درون خودشون همدیگر رو دارن پاره پاره میکنن. من در این بستر مسئله رو میبینم، نه اینکه مسئله تروریستی نبوده. و سخن آخر من این که ببینید، تا به حال فرانسه، آلمان، دانمارک، امکان داره آلبانی، شاید قرار باشه یه جای دیگه. چرا شما تحمل، شما اروپایی چرا تحمل میکنید؟ چرا شما مثل میکونوس تمام سفراتون رو از تهران احضار نمیکنید؟ چرا تنبیه جمعی نمیکنید تمام تهران رو؟ معلوم هست که اونها هم به این درک رسیدن، این نظام چند صدایی است، یکی علیه یکی دیگه کودتا کرده، همونطور که در کودتای 88 هم، انتخابات 88 هم یکی علیه دیگری کودتا کرده بود. این تلقی منه. خیلی متشکرم از شما آقای علیزاده، آقای نوذری، آقای دستمالچی. عذرخواهی میکنم اگر نتونستید همه صحبتاتون رو مطرح بکنید. و ممنونم از شما که با این صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته در وبسایت ما bbcpersian.com/صفحه 2 در دسترس شماست. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون کلمه سفر رو به فارسی در کنار عدد 2 جستجو کنید و مشترک پادکست این برنامه بشید که هر هفته آپلود و بروز میشه. facebook.com/bbcpage2 هم صفحه فیسبوکی ما هست، اونجا نظراتتون رو برای ما بفرستید. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش. We'll be right back.